بسم الله الرحمن الرحیم دائرت المعارف ارفانی جلد اول مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم فلسفه تعلیم و تربیت خودشناسی اخلاقی صفحه هفتاد و یک چگونه تفکر می تفکر یک عمل و اقدام نامرئی و باطنی است و مثل هر کار دیگری مستلزم توانایی است که آن را قدرت تفکر می نامند. و اما قدرت تفکر نیز مثل هر قدرت دیگری برخواست از تقضیه ویژه ای می باشد راستی آیا قضای مخصوص فکر چیست؟ بدون شک آن نظریه موسکی که تا حدود قرن اخیر بر اذهان موسک فرمان میراند در حال انقراض است و دیگر نمیتوان گفت که برای فکر کردن و درست و عمیق و بکرندیشیدن با یستی پروتئین و ویتامین و فسفر کافی مصرف کرد زیرا در این صورت همه نوابق میباید از طبقات اشراف و شکم گنده برخیزند به نظر ما تفکر فقط یک غذا دارد و آن هم چیزی جز شهامت نیست آنچه که مانع فکر بکر می شود ترس است در انواع و درجاتش ترس از جان و نام و نان و ناکامی و شکست و رسوایی و بی خانمانی و حتی ترس از جهنم زیرا آنچه که همه را به جهنم میرساند سودای بهشت و ترس از جهنم است به همین دلیل همه معارف بکر و توحیدی در فراسوی خیر و شر و بهشت و جهنم قرار دارند آنچه که به طرزی جادویی مغز و دل انسان را به رکود و خفقان و عقیم شدگی و مرگ میکشاند همانا ترس است و این است که علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است آنچه که به قول علی علیه السلام در بیان چهار موت اراده میفرماید آنچه که از ترس جان بدتر است ترس از فقر است و آنچه که از ترس فقر هم بدتر است ترس از نام و آبرو و اتهام و اعتبار است و بدتر از همه این ترس ها نیز ترس از تنهایی و بی کسی و یکه شدن در جهان است و این همان ترس از حضور خدا در خیشتن است و علت خداگریزی بشر است پس فائق آمدن بر این چهار ترس بزرگ به مسابه ورود بر چهار جهان اندیشه و معرفت و علم و حکمت و اسرار جان و جهان است آنچه که تفکر را می میراند ترس از نابودی در انواع و درجات است لذا ایمان به خدا و حیات پس از مرگ حد اقل نیاز انسان به تفکر است این است که قرآن کریم فقط مؤمنان واقعی را اهل تعقل و تفکر میداند و فقط آنان را امر به تفکر کردن می کند. فکر حقیقی محصولی از ایمان در درجاتش می باشد بنابراین بزرگترین کوره امتحان ترس و شهامت که میتواند مولد بزرگترین اندیشه ها باشد و یا اینکه به کلی تخم اندیشه ها را بسوزاند ترس حاصل از شرایط خفقان و سانسور و دیکتاتوری فکری است و این است که نابترین افکار تاریخ ایران و اسلام در دوران حمله و حاکمیت مغول به عرصه ظهور می رسند و عالی ترین ها پدید می آیند. پس اهل فکر و معرفت هرگز شرایط خفقان و سانسور را لعنت نمی کند و بلکه از چنین شرایطی عالی ترین مکاشفات را به عمل می آورد. آنچه که در عصر آزادی ها گفته و نوشته می شود عموما تکرار گفته های دیگران است و یا اربده و فهاشی و تهمت است و دروغ آزادی بیان عرصه تباهی و فلاکت در ذات زبان است تفکر تنها فعالیتی است که در دوران خفقان یا می میرد و یا به حق می رسد فکری هم که در دوران خفقان بمیرد در دوره آزادی چیزی نمی و بلکه دیگران و افکار بزرگان را میمیراند آنچه که در خفقان میمیرد فکر نیست بلکه اراده به قدرت هر رافی است فکر بکر محصول شهامت در دوره اشد ترس و خفقان است و فکر بکر محصول فقر و تنهایی و جانبازی است بیمه ها هرگز فکری پدید نمی آورند بلکه بزرگترین دشمن فکر هستند به قول معروف کشور سوئیس حدود پنج قرن اخیر را تماما در صلح زیست و فقط ساعت را اختراع کرد که آن هم به واسطه یک آلمانی بود صلح و آرامش و امنیت و شکم سیری و آزادی برای هر چه که مفید باشد برای تفکر مرگبار است تفکر محصول عشق به فنا و فنا پیمایی است این است که عرفان را مکتب اصالت فنا نیز نامیدند زیرا آنچه که انسان فنایش مینامد همان خداست به میزانی که انسان روح به فناست فکرش فعال است کسی که از جان و نام و نان و تنهاییش میترسد نمیتواند فکر کند فقط خیال میبافد و آرزو میتراشد و جز فری به فریب دیگران نمی اندیشد. ذات اندیشه شهامت و ارادی که به فناست آنچه که عالم بقا را به ادراک میکشاند فناجویی است مطالعه زندگانی همه نوابق علمی و دینی و عرفانی و ادبی و هنری نشان میدهد که اسوه شهامت و دلیری به معنای واقعی کلمه بودند که البته ربطی به ماجراجویی ندارد که محصول شکم سیری و حماقت است و نیز اینکه حماقت هم ذاتی جز ترس ندارد حرف آخرین که ما طرفدار خفقان و دیکتاتوری و سانسور نیستیم بلکه خواستیم نشان دهیم که قدرت تفکر را هیچ قدرتی نمیتواند مهار کند و اعدام نماید یعنی امکان رشد انسان در هیچ شرایطی از بین نمی رود و بلکه در شرایط شاقه نابتر و عمیقتر می گردد. و این به معنای عدالت و بلکه لطف خداست که هیچ کس نمی تواند انسان را گمراه نماید و به لحاظ روانی به قتل برساند اشد نور از اشد ظلمت برمیخیزد. اشد آزادی فکر از اشد اسارت و خفقان بیرونی برمیخیزد. آزادی روح انسان در قید و بند هیچ جبری نیست آنچه که به اسارت می افتد نفس اماره و جاهل و هوسباز بشر است آنچه که به بند کشیده می شود حماقت است بزرگترین نوابق قرن بیستم اروپا تحت خفقان آلمان هیتلری پدید آمدند همانطور که تنها جهش فرهنگی و معنوی انقلاب ما در دوران هشت سال جنگ تحمیلی رخ نمود ما طرفدار جنگ نیستیم ولی زندگی یک جنگ بی امان است و هر که از آن بگریزد نفله و تباه می شود آدم بزدل حتی ثروتمند هم نمی شود تا چه رسد به دانشمند در دوران صلح فقط می توان اسلحه ساخت فقط در دوران جنگ است که فکر بکر پدید می آید فکر صلح و اتحاد با جهان